جان، بعد از اینکه حابیل جان حالش وخیم شد و به بیمارستان انتقال پیدا کرد، من و به اتفاق چند تا از دوستان و مادرشون به بیمارستان رفتیم و خب یکی از کلیه های حابیل دچار آسیب شدیدی شده و به احتمال زیاد چند روزی توی بیمارستان بستری میمونن. و اینکه بانو یاسمین برای حابیل جان یک پیامی گذاشتن که اون پیامو مادر حابیل جان میخونن و اینکه حابیل جان به خاطر صحبت‌های ملکه ایران به اعتصاب قضاشون پایان میدن. با درود، قسمتی از متنی که بانو یاسمین واسه حابیل جان من فرستاد میخوام برای شما بازگو کنم. درود بر شما و از خودگذشتگی هایتان برای دفاع از آرمان های مقدس یک وطن پرست. این اعتصاب قضا مطمئنن معنادار و پر اهمیت است، ولی نبایست مرگ را در برابر زندگی گذاشت، چون وجود سالم شما یک مدافع پرقدرت و به جمع تمام رزمندگان راه آزادی ایران می افزاید. حکومت فعلی ایران و ملایان لیاقت این گونه شما سلامتیتان را از دست بدهید ندارد. آزمون شما و دیدگانتان دیده و شنیده شده. با حفظ سلامتی خود حکم تاریخ را برای گذر از جمهوری اسلامی به نحو دیگری می توانید رسم کنید. جاوید شاه پاینده ایران، جاوید شاه پاینده ایران، جاوید شاه.